همایون شجریان با جناق پدرش محمد رضا شجریان است. چند سالی است که خبر باجناقی همایون شجریان با پدرش محمد رضا شجریان در رسانه ها دست به دست می شود. در این قسمت از قصه های پنهان قصد داریم به این ماجرا بپردازیم، پس با ما همراه باشید. زنده یاد محمد رضا شجریان بعد از جدایی از همسر اولش خانم فرخنده گلفشان در سال 1370، یک سال بعد در سال 1371 با خانم کتایون خانساری مقیم فرانسه ازدواج کرد که اکنون یک پسر جوان به نام رایان شجریان دارند. بعد از ازدواج استاد شجریان با خانم کتایون، این وصلت باعث آشنایی همایون شجریان با خواهر همسر استاد شجریان به نام گیتا می شود که در نهایت در سال 1374 این زوج با هم ازدواج می کنند و حالا یک دختر به نام یاسمین دارند. کتایون خانساری متولد سال 1344 و خواهرش گیتا خانساری از او کوچکتر است که در سن نوجوانی به همراه پدر و مادر و خواهرش گیتا به فرانسه مهاجرت کردند. همایون شجریان متولد 31 اردیبهشت 1354 خواننده موسیقی سنتی ایرانی و نوازنده تنبک و کمانچه است. او فارغ التحصیل کنسرواتوار موسیقی تهران است. کتایون خانساری متولد 14 خرداد 1344 در تهران، طراح و نقاش ایرانی است. او فارغ التحصیل لیسانس زبان فرانسه در دانشگاه سوربن فرانسه می باشد که در دومین تجربه زناشویی خود با استاد شجریان ازدواج کرد و یک فرزند پسر نیز به اسم رایان دارند. خانم خانساری در حال حاضر نامشان کتایون شجریان می باشد. خانم خانساری اولین بار در سال 1363 وقتی 19 ساله بود با یک آقای ایتالیایی ازدواج کرد که ثمره این زندگی یک دختر به نام استفانی می باشد. این زندگی اما بعد از به دنیا آمدن دخترشان به طلاق انجامید و سرپرستی استفانی به پدرش واگذار شد که حالا نیز در فرانسه زندگی می کند. کتایون خانساری سال 1370 وقتی 26 ساله بود با استاد محمد رضا شجریان که او نیز از همسر اول خود طلاق گرفته بود ازدواج کرد. ثمره این زندگی نیز یک پسر به نام رایان متولد 19 مهر 1376 می باشد. خانم کتایون خانساری درباره نحوه آشنایی با استاد محمد رضا شجریان اینگونه می گوید: ما در میهمانی با شکوه بزرگ داشته آقای نصرت الله کریمی که 24 ساعت پس از ورود او به تهران بعد از سالها دوری از ایران ترتیب داده شده بود با استاد شجریان آشنا شدم. از همان لحظات آشنایی رابطه خاصی بین ما به وجود آمد و به ازدواج ختم شد. اما جالبتر از همه اینها رابطه نسبت میان محمد رضا شجریان با پسرش همایون بوده است. این پدر و پسر باجناق هم بودند. همایون با خواهر کتایون خانساری سالها پیش ازدواج کرد اما به طلاق منجر شد. خانم فرخنده گلفشان همسر اول استاد شجریان در مراسم تشییع استاد شجریان صحبت‌های دلنشینی هم از خاطراتشان کرد. ایشان گفتند سال 1341 با یک دنیا عشق ازدواج کردیم. من یک سال از او بزرگتر بودم. هر دو معلم یک دبستان در خراسان بودیم و زندگی من پر از عشق بود. محمد رضا شجریان متولد 1 مهر ماه سال 1319 موسیقیدان و خواننده موسیقی سنتی ایرانی بود. محمد رضا شجریان در میان دوستداران خود با عنوان استاد آواز ایران و خسرو آواز ایران شناخته می شود. بسیاری از مردم ایران او را مهمترین چهره موسیقی ایرانی و یکی از نمادهای مهم فرهنگ و موسیقی ایران زمین می دانند. استاد شجریان از آوازه بین المللی نیز برخوردار است.
محمد رضا شجریان از بنیاد آقاخان جایزه خداوندگار موسیقی را دریافت کرده است و نامزد جایزه گرمی نیز بوده است. استاد شجریان همچنین خوشنویس خط نستعلیق، رئیس شورای عالی خانه موسیقی ایران، بنیانگذار گروه شهناز، شرکت دلاواز، باغ هنر بم و طراح چند ساز موسیقی بود. او در قرائت قرآن نیز فعالیت داشت و دعای ربنا نامدارترین تلاوت قرآنی او بود. از فرزندان او همایون و مژگان در زمینه موسیقی فعالیت دارند. محمد رضا شجریان 1 مهر 1319 در مشهد زاده شد. آواز خواندن را از کودکی آغاز کرد و با توجه به استعداد و صدای خوبش تحت آموزش پدر خود که قاری قرآن بود مشغول به پرورش صدای خوبش شد. در سال 1331 برای نخستین بار صدای تلاوت قرآن او از رادیوی خراسان پخش شد. وی در سال 1338 به دانشسرای مقدماتی مشهد رفت و برای نخستین بار با یک معلم موسیقی آشنا شد. استاد شجریان در سال 1340 با فرخنده گلفشان ازدواج کرد که حاصل آن 3 دختر به نامهای فرزانه، افسانه که همسر استاد پرویز مشکاتیان نیز هستند و مژگان و 1 پسر به نام همایون دارند. استاد محمد رضا شجریان تا سال 1350 به خاطر اینکه پدرش می‌خواست خانواده آنها بیشتر با قرائت قرآن و چهره مذهبی شناخته شوند، با نام مستعار سیاوش بیدگانی با رادیو همکاری می‌کرد، ولی بعد از آن پدرش به او اجازه استفاده از نام اصلیش را داد. او تا سال 1347 در استخدام آموزش و پرورش بود و پس از مدت زمانی تدریس و مدیریت مدارس به وزارت منابع طبیعی انتقال یافت. همایون شجریان متولد 31 اردیبهشت سال 1354 در تهران، خواننده موسیقی سنتی ایرانی و موسیقی تلفیقی، آهنگساز و نوازنده تنبک و کمانچه است. او فارغ التحصیل کنسرواتوار موسیقی تهران می باشد که با حمایت پدرش استاد محمد رضا شجریان با نواختن تنبک شروع کرد و حالا در موسیقی تلفیقی جزو مفاخر است. همایون پسر استاد محمد رضا شجریان و فرخنده گلفشان می باشد. او از سال 1370 در 16 سالگی پدرش محمد رضا شجریان را در کنسرت‌های آمریکا، اروپا و ایران با تنبک همراهی کرد و از سال 1378 به بعد در صحنه کنسرت‌ها به همخوانی با پدرش پرداخت. همایون شجریان در مصاحبه می‌گوید: یادم می‌آید در کنسرتی پدر سرما خورده بودند و من پیشنهاد کردم که می‌توانم شما را همراهی کنم تا این کنسرت را کنسل نکنید و کمتر از صدای خودتان استفاده کنید و جاهایی از آن را به من بسپارید. بابا به طور جدی می‌خواستند کنسرت را لغو کنند و چون کنسرت مهمی هم بود برای بزرگداشت گوته در آلمان، ایشان از پیشنهاد من خیلی جا خوردند. ولی وقتی کمی خواندم دیدم بابا خیلی با لبخند رضایت گفتند همین کار را میکنیم. شجریان در سال 1374 در سن 20 سالگی با گیتا خانساری که خواهر کتایون خانساری همسر دوم محمد رضا شجریان میباشد ازدواج کرده و 1 دختر به نام یاسمین متولد 1386 دارد. به این ترتیب همایون پس از ازدواج مجدد پدرش به نوعی با پدرش باجناق نیز شد. البته همایون شجریان و گیتا خانساری بعد از سالها از هم طلاق گرفتند. تا کنون در چند نوبت خبر ازدواج او با سحر دولتشاهی بازیگر منتشر شده که علت آن کنسرت موزیکال نمایشی به نام سی با حضور این دو و چند بازیگر دیگر بود
حضور سحر دولتشاهی در خودروی هماین شجریان در مراسم خاکسپاری پدرش بار دیگر جنجال آفرین شد و گفته می شود این دو هنرمند پنهانی با هم ازدواج کردند. هماین شجریان در مهر ماه سال 1402 در برنامه فوتبال 360 در مصاحبه با عادل فردوسی پور اعلام کرد که مدت هاست که سحر دولتشاهی یارش شده است. ممنون که تا اینجای ویدیو رو تماشا کردید. خوشحال میشم نظراتتون رو راجع به این ویدیو بدونم و اینو بدونید که زدن دکمه سابسکرایب وقتی از شما نمیگیره ولی کلی انرژی و عشق بهم میده برای ادامه دادن. یک دنیا ممنونم از حمایتاتون.